شما بفرمایید درباره دلایل دیگری که می‌خواستین صحبت کنین که هنوز بریتانیا سپاه رو تروریستی اعلام نکرده و فکر می‌کنین بیشتر منتظر ببینه اتحادیه اروپا چه تصمیمی می‌گیره در این باره؟ من فکر می‌کنم بیشتر مراقب این موضوع هستش که البته در مذاکره بریتانیا حتی با وجود اینکه از اروپا اتحادیه اروپا خارج شده سیاست‌های مسائل مربوط به سیاست خارجی، سیاست‌های امنیتی و دفاعیش کاملاً با اروپا هماهنگ هستش. هیچ اختلافی از این بابت ندارم. مسئله‌ای که می‌خواستم به اون اشاره بکنم نکته‌ایه که اینطور گفته میشه که بریتانیا یکی از مهمترین کانال‌های ارتباط با ایران هستش و از اونجایی که کانال ارتباطی با آمریکا قطع شده و بریتانیا یکی از نزدیکترین متحدای آمریکا هستش، خاص آمریکا این هست که این کانال ارتباطی با ایران رو فعلا قطع نکنه، برای اینکه یعنی این نیست که نخوان سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی بذارن، این هست که میخوان که یک کانال ارتباطی رو فعلا حفظ بکنن برای مذاکره و به خصوص برای مسئله هسته‌ای، برای اینکه بتونن هنوز از یک طریقی به ایران راه سفر بسته نشه. این خواسته آمریکا هستش و همونطور که گفتم بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا در اروپا هست و شاید البته من نمیتونم بگم که نزدیکترین، ولی این ادعا هستش که به اصطلاح روابط خاص و ویژه‌ای با هم دارن. بله. در نتیجه برای اینکه در تابستون آقای سوناک خیلی تند راجع به سپاه پاسداران صحبت کرد و گفتش که حماس و حزب الله بازوهای این هستند و ما اگر این سر رو قطع کنیم این بازوها هم قطع خواهد شد، ولی بعدن یه تغییر سیاست داد و در این باره سکوت کرد، اگرچه وزیر خارجش تا اندازه‌ای راجع به این موضوع صحبت میکنه و قول میده، ولی با این حال مسئله این هستش که بریتانیا در یک سری مسائلی منتظر تصمیم‌های بزرگتر هستش برای این موضوع.